نظر شما راجع به امکاناتی که الان اینجا در اختیار کسایی که برای از اون به حالت مهاجرت میان و مهاجرت به قولش نمیدونم یه تعریفی داره، آیا واقعا مهاجرت کردین یا فرار کردین؟ خیلی مهمه، چون وقتی هستش آدم یه جایی اون کاری که دوست داره رو بعد دلیل اصلا میتونه که سیاسی هم نباشه انجام نتونه بده و میگه من اون رو میرم در یک جای دیگه ای که احساس میکنم راحت‌تر میتونم کار کنم. و الان میدونه یه موجی به وجود اومده در ایران، چه تو زمینه این خوانندگی در جوانها، چه تو زمینه فیلمسازی و کارهای تئاتر، خیلی جوانها فعال شدن تو این زمینه. فکر میکنه که چه کار باید کرد؟ و این سوال اول هم میخوای اول بگو که مهاجرت به چه شکل بوده، آیا دلیلش این بوده که واقعا مهاجرت بوده یا فرار از یه چیزایی که بخوای راجعش صحبت کنی؟ من اینطوری اگه بخوام بگم پاسخ که ارتباطم بهتون کامل بر شما داشته باشه، این هستش که من اولین کاری که کردم و به لحاظ تکنیکی و حرفه‌ای اصلا قابل قیاس با اون کاری که داخل ایران میشه که خیلی بهتر بود و اینها کردم، همین جنگ ترمینال تهران تورنتو بود. جالب براتون میگم که اولین باره یه احساس خوشایندی به من داد که فکر کردم اون چیزی که میخوام بسازم همون رو میسازم. چون وقتی شما سازمان کار میکنی هیچ کس نمیاد بگه خطوط قرمز چیه، این آیین‌نامه ها 1 تا 20. تهیه کننده ها به تجربه و کارگران به تجربه میدونن که چه چیزی رو نباید بسازن و اگه بسازن محدودیت ها میخوام بگم ما هیچ محدودیتی نداریم، نانوشته است در اصل. اصلا هیچ چیز نوشته ای نیست، هیچ چیز نوشته ای نیست، ولی کاملا در واقع محدود است و شما رو محدود میکنه توی چارچوب یک سری موضوعات مشخص و بنابراین شما همیشه فکر میکنید داری فیلم سفارشی میسازی و از این بابت خیلی لذت بخش نیست کار، فقط در واقع شما کار میکنید چون کار کردن بهتر از بیکاریه. ولی اینجا اینطوری نبود. حالا درسته که میگم شرط فنی و حرفه‌ای، شما میگید تصویر برداری هم میکنی، خب ما میکنیم چون مجبوریم بکنیم، تدوین میکنیم چون مجبوریم بکنیم، نویسندگی میکنیم چون مجبوریم بکنیم، چون اگه نکنیم حالا یا کسی نیست که اون کمک رو به تو بکنه یا اینکه اگر هست با شرایطی که اینجا هست ممکن نیستش که ازش استفاده کنیم. به خاطر و به همین دلیل شما کاری که اینجا میسازی ممکنه پله ها از سطح کیفی ایران پایین تر باشه. لاجرم چرا؟ مگه اینجا جهان اول نیست؟ مگه کیفیتش بالاتر نیست؟ مگه نمیدونم چیه دلیلش؟ فکر می‌کنید چی باشه؟ آدمان یا اون وسایل ابزاره؟ نه نه، وسایل اینا فرق به آدمه، یعنی چیزی که ما ایرانی همیشه از غافل هستیم که شما یه دونه VHS هم ممکنه بتونی بری کاری بگیری، کاری رو انجام بدی که ارزش تماشا کردن داشته باشه. ولی اون کسی که یعنی ایده کارگردانی و ایده تصویربرداری پشتش مهمه که یه مقدار از این بابا ضعف داریم. و خب آدم ها خیلی حرفه اینجا هستن ولی به خاطر اینکه به هر حال درگیر مسائل زندگیشون هستن و اینکه اون حمایت هایی که اونجا ایران ما داشتیم به هر حال تلویزیون بزرگ و قدرتمند گستره بود، خب اینجا نیست، بنابراین باید سعی کنیم با تمام توان حداقل های کیفی رو استاندارد رو برای خودت. آخه ببین وقتی یه تلویزیون پشتر شما قدرتمند هست، از یک طرف دیگه هم قدرتمنده دیگه، یعنی اینکه شما یه کاری رو هزینه کنی، وقت بذاری، حالا تایمی، زمانی یا چه می‌دونم مالی، فیزیکی، هر چی روش بخوای کار بکنی، فکری، یه دفعه میاد میگه نه، قدرتمنده دیگه. یه دفعه میاد میگه نه و من فکر میکنم که این اذیت شدن ممکنه که برعکس هم باشه. حالا ما همیشه به این سمت نمی‌ریم که بله به قول معروف آدم میگه که یه کم میشینه یه قاشق میخوره تو سفره ولی با آرامش. دقیقاً البته این کار که من توش بودم همچین آرامش خوبی حاکم بود بعضی موقعاش، ولی خب بعضی موقعا برها سختی کاره دیگه پیش میاد.